با عرض سلام خدمت دوستانی که امروز در این سالن تشریف دارن و دوستانی رو که از طریق لایف استریم ما رو میبینن، من اول یکی دو نکته رو میگم تا بعد میرسم به مسئله بعد. فکر میکنم فرصتی هستش امروز که یادی بکنیم از اون وقایع و به خصوص اون جنبش مردمی که بر علیه فقر و فساد در ایران صورت گرفت و حمایت کنیم از مردمی که به خیابونا اومدن و بخوایم از حکومت جمهوری اسلامی که اون تعداد بسیار زیادی رو که زندانی کردن آزاد کنن و بعد یادی بکنیم از اون افرادی رو که در طی این چند روزی رو که به خیابان ها مردم اومدن کشته شدن. فکر میکنم حدود 25 نفر اگه اشتباه نکنم کشته شدن. یکی این مسئله بود، یکی مسئله آمدن زنی که به خیابان انقلاب اومد و زن خیابان انقلاب نام گرفت. من فکر میکنم که ما راه طولانی طی کردیم از زمانی که هما دارابی با اون وضع بسیار خشونت آمیز خودشو آتش زد در اعتراض به حجاب در ایران تا اینکه ویدا موحد بدون هیچ نوع خشونت، بدون هیچ نوع ابراز حتی حرکتی روی سکو رفت و گفت که این چیزی رو که به من تحمیل شده من نمیخوام. من امروز داشتم رادیو فرانسه رو، فرانس 24 آورز رو گوش میکردم، عکس تقریباً 20 نفر زن و یکی دو نفر مرد رو نشون میداد که در این اعتراض با ویدا موحد همراه شدن و بسیاری کاربران حوزه‌های اجتماعی که باز هم حمایت کردن از چیزی رو که به طبق قانون به زنان ایران تحمیل شده در 38 سال گذشته. این دو نکته و ضمن این که ما حمایت میکنیم از کاری رو که زنان ایرانی میکنن. به نظر من ویدا موحد یک زن ایرانی قرن 21 و حرکتی هم که کرد متناسب با حرکت با قرن 21 هستش که ما در زندگی میکنیم. و اما چند نکته هم بگم در مورد سازمان خودمون. ما سازمان ایکاوی رو بعد از خشونت‌های کودتای انتخاباتی سال 88 چند ماه بعد به کمک تعدادی از دوستان راه اندازی کردیم. تنها هدفمون هم این بودش که بررسی بکنیم شکل خشونت‌هایی که در ایران داره وجود داره و در حوزه اجتماعی و در حوزه‌های خصوصی هستش و کارمون هم تحقیق و آموزش بود تا اون زمان و در امروز. تنها راه ارتباطی ما با شما از طریق فیسبوک و ایکاوی صفحه داره فیسبوک و صفحه چنل یوتیوب هم که داریم که برنامه‌مون رو اونجا می‌ذاریم و من امیدوارم که ما بتونیم از طریق نشست‌های این چنینی بتونیم به کارمون ادامه بدیم. آرزوی من این هستش که در یک زمانی بتونیم مرکزی برای مطالعات خشونت زدایی در ایران تأسیس بکنیم. باز آرزوی من این هستش که این رشته در دانشگاه‌های ایران تأسیس بشه. یک زمانی من آرزو داشتم که مطالعات زنان در ایران تأسیس بشه که شد و این هم باز یکی از اون چیزهایی هستش که من واقعا فکر می‌کنم ما نیاز داریم به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه ایران تدریس بشه و شاید در کتاب‌های درسی به بچه‌هامون یاد داده بشه که چطور با هم رفتار کنن در خانه، در اجتماع و در همه جا. این صاعقه‌ای که 39 سال پیش کماویش در همین روزا به سر ملت ایران اومد، فاجعهش و عواقبش هنوز ما میبینیم و در زندگی شخصی خودمون ملموسه و داریم حسش میکنیم. از وظیفه
مبرم ایرانیان امروز نیست که این کالبد شکافی کنیم و یک آسیب شناسی جدی و علمی ارائه بدیم به ملت ایران که این اشتباهی که در گذشته در 39 سال پیش شد دیگه تکرار نکنه. فیلسوف معروف در مکتب جناب فیلسوف معروف جورج سانتایانا جمله معروفی داره که شما دیوان نورنبرگ برید هنوز اون بالا هست، دیوان نورنبرگ که جانیان نازی رو محاکمه کردن، آنانی که از تاریخ یاد نمیگیرند محکومند که تاریخ رو دوباره تجربه کنند. کاری کنیم که تاریخ رو دوباره تجربه نکنیم، این تاریخ فاجعه‌ای که 39 سال به سر ملت ایران اومده، فریب اون قولهایی که داده شد و اونهایی که دارن ملت ایران دوباره دارن گول میزنن نخوریم. اگر کالبد شکافی که میکنیم، ببینیم از دید بنده حقوقدان یکی از عناصر عمده‌ای که غیابش، نبودش ملموس احساس میشه قانونه. حکومت قانون و نبودن آن در جمهوری اسلامی ملموسه، یعنی از روز اول از فردای انقلاب تیرباران و قتل، نمیگم اعدام، قتل امیرای ارتش شاهنشاهی که بالای مدرسه دخترانه رفاه و جمهوری اسلامی افتخارش در این بود که این عدل اسلامی سجان، دادگاه های 10 دقیقه‌ای، اون نطفه‌ای ریخته شد در اونجا که در تمام تار و پود جمهوری اسلامی رو بدون مبالغه میشه که نهاد جمهوری اسلامی رو با بیقانونی به جلو برد، جا انداخت و جلو بود. از اونجا بخاطر صدها هزار نفری که کشته شدند و اعدام شد، اعدام نمیگم قتل رسیدن، از اقلیت‌های مذهبی و تعارضی که به حق نصف جامعه که بانوان هست در هر روز میشه، نشناختن اقلیت‌های مذهبی بهائیان در رأس اونها، خب اینا مطالبی است که دیگه در مستمعین اینجا به اونقدر واضحه که من بازش دیگه نمی‌کنم. درسی که من از این میگیرم، میگم قانون، اگر قانون نباشه این تکرار، این فاجعه تکرار خواهد شد. در 1641 انگلستان وقتی شروع میکنه این صحبت کردن، پادشاه به دنبال حق الهی پادشاه، ولی فقیه ها الهی پادشاه یه همچیز میشه دیگه، اصرار میکنه که نخیر، منشأ حکومت مردم نیستن، منشأ حکومت خداوند است. جنگی میشه، جنگ داخلی، در ژانویه چند روز پیش 1649 گردن اشاره میزنن. با این ما امیدوار بودیم که این کسی دیگه این ادعا رو نکنه. خواب این که آیت الله خمینی 4 قرن بعد بیاد این حرفا رو دوباره بزنه رو ندیده بودیم. اما لب کلام من اینه که اگر ما ایرانیان امروز قانون نداریم، حکومت قانون درش نیست، مونتسکیو که اون موقع بود تعادل نیروها بین هم باید طوری باشه که حکومت رو مهار کنه، حکومت مجبور به اطاعت قانون بکنه، شاید هنوز به وجود نیامده. 5 میلیون نفر از ماها اونایی که سواد دارن در خارجن، اکثریت متقاش متاسفانه به حکم شهادت همین تعدادی که در اینجا هستن نشون میده که اکثریت مطلقشون تو زندگی خودشون هستن دیگه، زندگی خصوصی، اون چیزی که سوسیولوژیست ها میگن privatization of life، زندگی خصوصی هستن. میشن اونا واقعا فعالین سیاسی، اونایی که فشار بیارن از ابزارهای بین المللی بتونن استفاده کنن که روی جمهوری فشار بیارن، ایده محدودی هستن. اما اشکال نداره در داخل ایران الان یه طبقه متوسط خیلی بزرگی وجود داره، متاسفانه طبقه متوسط اکثرا حقوق بگیره، طبقه متوسط مستقل نیست، بدیم معنا که اون طبقه متوسطی که در بریتانیا صاحب کار کسب بود و مالک خصوصی، ملک خصوصی داشت، تعدادش هم اونقدر زیاد بود که میتونست اصرار کنه و حکومت مهار کنه، نبود. بلای دوم در ایران نفت، حکومتی که مستقل از اجماع از نظر مردم و رأی مردم میتونه بگه که زیاد برای ما مهم نیست فکر مردم چیه، به خصوص که اون درآمد نفت صاحب میاد میره تو جیبش و میره به سپاه، پاسداران و غیره برای سرکوبی مملکت کافی است. یک بار در بریتانیا کمپانی هند و شرق وقتی درست شده بود، کمپانی خصوصی بود با مشارکت پادشاه و درآمد این میرفت به پادشاه، پارلمان در قرن 19 هم یه دفعه بیدار شد، گفت این درآمد سبب میشه که حکومت مرکزی از پارلمان جدا کنه خودشو. نتیجهش این که کمپانی گرفتن از دست، چیزی از اینا گرفتن، از خصوصیتش در آوردن و هندو کردن مستعمره خود دولت بریتانیا. یک دقیقه بنده تمام میکنم. اگر ایرانیان دنبال حکومت قانون هستن، دو مطلب رو من اصرار میکنم. گول اونایی که حرفای 39 سال پیش داشتن میزدن دیگه نزنن. این رژیم قابل اصلاح نیست، اصلاح قوانینش در حد اکثر میرسونه ما رو به اونجایی که قاضی مرتضوی دیگه نخواهد بود.
اکثر اون نظارت استصوابی در حکومتی که منشأ و روح مشروعیت حکومت از خداست همیشه خواهد بود. دو، کوشش کنیم که بافتای اجتماعی رو تا میتونیم قوی تر کنیم که خودمون نیروی در مقابل حکومت بشیم. سه، از ابزار بین المللی استفاده کنیم. من الان اعلام میکنم 24 ساعت مونده بود این شاهرودی رو ما بگیریم. متاسفانه این اکتیویست ها اومدن ریختن بیرون بیمارستان، طرف متوجه شد که خطری هست و فرار کرد. اون باری که مرسعید مرتضوی اومده بود در ژنو با اون وقاحت منحصر به فرد رژیم آخوندی که سعید مرتضوی به عنوان نماینده ایران به شورای حقوق بشر، اون موقعی که حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر تبدیل شد به شورای حقوق بشر، این آدمو فرستادن به عنوان نماینده ایران که به یکی گفتم گفت بابا اینا عقلا صادق نماینده حقوق بشر اینا، اینه دیگه بازی شد. ما شاید 20 دقیقه مونده بود اینو بگیریمش. تصور کنید اگه ما 2 تا 3 تا از اینا رو در خارج بگیریم، برای اینکه ببینید عواقبش چیه فقط ببینید در پینوشه رو وقتی در لندن گرفتن عواقبش در شیلی بود. صحبت من تمام، ببخشید که زیادی صحبت کردم. لوتر کینگ در کتاب خودش که مفصلاً یک نامه هایی است که از برمنگهام نوشته در سال 1963، او وقتی که میاد میگه که why we can't wait، او خیلی با امیدواری این بحث رو میاد مطرح میکنه. اگه کسی این کتاب خونده باشه و صحبتی که میکنه که حالا من میخوام اینو ربطش بدم به دنیای ایرانی و جهان سیاسی در ایران و اجتماعی، میگه که همطور که صاعقه تا زمانی که اصابت نکرده بی صداست و وقتی اصابت میکنه صداش میاد، انقلاب سیاهان هم در آمریکا بی سر و صدا شکل گرفته و یه دفعه وقتی خودش نشون میده کاملا همه چی رو تغییر میده. خب من بحثم اینیست که حالا فکر میکنم که دوستانمون که اینجا هستن و خود شما شاید بحث من رو کامل بکنن، تحولاتی که در ایران داره صورت میگیره بی سر و صدا هستن. بعضی موقع صدا شما میشنوید ولی عملا به نظر میاد که به صورت زیرزمینی دارن صورت میگیرن و اینو همه حس میکنن، ولی آینده‌ای که ما پیش رو داریم به نظر میاد که تغییرات ساختاری از نظر اجتماعی و سیاسی با خودش همراه خواهد بود. چگونه ما میتونیم به همچین نتیجه برسیم؟ چرا من میگم که ما دیگه نمیتونیم منتظر بمانیم؟ شاید برای کسانی که زخم‌های خیلی سوزانده دارند و چون در انتظار اگه بیان بهشون بگیم که شما باید بازم منتظر بمونین، اونها براشون منتظر بودن بسیار مشکله. همطور که ما در اتفاقاتی که اخیراً در ایران افتاد دیدیم که مردمی که خب در فقر هستن، در مسائل جدی اجتماعی اقتصادی هستن، براشون انتظار مسئله سختی است. اکثریت عظیمی که خودشون در یک قفس تنگ تبعیض و فقر و محرومیت میبینند، حالا در میان یک اقلیت کوچیکی که هستش، اینا دیگه نمیتونن در انتظار باشن، خودشون در حالت خفه شدن میبینن. خب پس پرسشی که اینجا مطرح میشه این نیستش که اگر ما دیگر نمیتوانیم منتظر بمانیم به این دلیلیست که دیگر قدرت تحمل نداریم یا به این دلیلیست که انسانهای افراطی هستیم. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. من فکر میکنم که موضوع بحثی که ما اینجا داریم امشب اینیست که این افراطی که ما داریم درباره صحبت میکنیم، اینو از چه منظری میتونیم درباره صحبت بکنیم و ایران آبستن چه آینده‌ای هستش، و شاید ما سعی کنیم که امروز جواب بدیم که ایران آیا آبستن آینده‌ای هست اصلا یا نه. اینجا من یک مفهومی رو، کانسپتی رو از لوتر کینگ میگیرم که خیلی دوست دارم این مفهومو. او درباره broken community صحبت میکنه، جامعه شکسته. ایران یک جامعه شکسته است. ایران is a broken community، یک جامعه شکسته است. و جامعه شکسته چیه؟ جامعه است که در اون تبعیض سیاسی، تبعیض اقتصادی، تبعیض اجتماعی وجود داره. جامعه است که در آن دوستی مدنی وجود نداره، اخلاق مدنی وجود نداره، در آن همدلی وجود نداره، آشتی
وجود نداره، آشتی ملی وجود نداره و طبیعتاً جامعه‌ای که جامعه شکسته است جامعه‌ای است که مرتباً به طرف خشونت و کینه و انتقام میره. جامعه امروز ایران جامعه شکسته است چون در اون کینه، انتقام، خشونت وجود داره و هم به شکلی عمودی، یعنی از قدرت به سوی مردم و هم در میان خود مردم. و اینو ما مجبوریم دائما تکرار بکنیم که وقتی که شما دارین خشونت عمودی رو محکوم میکنین و انتقاد میکنین، شما خشونت افقی رو هیچ وقت نباید فراموش کنین. خشونت که میان خود ما هست، از نظر لفظی هست، از نظر ذهنی هست، از نظر و تمام پروژه آتیمون شکست میخوره بخاطر این خشونت افقی هم وجود داره. آیا آن چیزی که ما در سال 1358 انجام دادیم و سکوتی که کردیم وقتی که بیقانونی بود و افرادی داشتن در مجلس رفاه تیربارون میکردن، آیا این بار هم میخوایم سکوت بکنیم؟ آیا قبول میکنیم که فقط مسئلمون برای آینده ایران جابجایی قدرت باشه، یا اون چیزی که من اسمش میذارم ترمودینامیک قدرت، فقط ترمودینامیک قدرت باشه؟ یعنی یک شخصیت سیاسی بره، یک شخصیت سیاسی دیگه بیاد و جامعه ایران جامعه شکسته باقی بمونه. خب باید ببینیم که چه چیزی بر ما مهمتره، انتقام جویی یا آینده ایران. این پرسشی که ایرانیان باید از خودشون بکنن. اگر هدف آینده ایران هستش، پس به نظر من هیچ کشوری بدون ایجاد یک فضای تعاملی و تبادلی قابلیت بقا نخواهد داشت. اگر هدف در واقع آینده ایران هستش، هیچ کشوری بدون کنترل خشونت، تنش‌ها قابلیت گذر از این مسئله یک جامعه شکسته رو نخواهد داشت. از این جهت وقتی ما در مورد آینده ایران داریم سخن میگیم، ما داریم در مورد شکلگیری یک قرارداد اجتماعی جدید صحبت میکنیم، یک سوشل کانترکت جدید. این سوشل کانترکت رو ما ملت ایران باید با همدیگه دو مرتبه بیایم بنویسیم، چنان که در مشروطیت این کار کردن، باید با همدیگه بیایم امضا کنیم دو مرتبه. ولی قرارداد اجتماعی فقط در یک فضای تبادلی میتونه شکل بگیره، فقط در یک فضای تعاملی گفتگویی میتونه شکل بگیره، نه در یک فضایی که فقط به جبرگرای تاریخی اعتقاد داشته باشه یا به نظریهای توطئه اعتقاد داشته باشه یا به یک بدبینی انسان شناختی اعتقاد داشته باشه که بگه که خب یه عده‌ای اصلا آدم‌های بدی هستن، اینا باید به کلی اینا رو نابود کرد. باز اونجا ما قانونمندی نخواهیم داشت اگه این کارو بکنیم. میتونیم خودمون رو بریم خونه توجیه بکنیم، ولی نمیتونیم یه جامعه بسازیم. اون جامعه شکسته باقی میمونه، broken society خواهد، community خواهد بود. پس اینجا اون چیزی که من بهش میگم کثرت‌گرایی همدلانه. ما احتیاج به یک کثرت‌گرایی همدلانه، یک گفتگوی میان طبقاتی، میان قومی، میان دینی، میان جنسیتی. این فقط از راه بحث گفتگو میشه و توجه به آن چیزی که اسم شما میذارم دگر بودگی دیگری. نه فقط این که ما بیایم شعار دیگری رو بدیم، بلکه آنجوری که دیگری هست باید بیایم قبولش کنیم، آنجوری که دیگری هست. من فکر میکنم که ما توی یک دوران بسیار حساس از زندگیمون هستیم. حساس از این نظر عرض میکنم خدمتتون که شاید ضربه‌ای رو که در طول این 14 دهه پیش تا به الان به ما خورده، حتی از مغول و اسکندر هم نخورد. انقدر شدید بود که دلایلش رو که من بخوام اینجا باز بکنم، فقط به یکیش اگه اشاره بکنم، این در دوران قرن 21، این در دوران اینترنته. اونها شاید اون زمانها ما حتی اگر به 40-50 سال پیش خودمونم نگاه میکردیم، میدیدیم که اگر من در پاریس زندگی میکنم باید نامه بنویسم تا مادر من در تهران به من جواب بده. حالا امروز ما الان داریم صحبت میکنیم، این داره پخش میشه توی این سالن و همه جای دنیا و همه دارن ما رو میبینن. از ما اگر هم نتونن سوال بکنن که میتونن،
ناظر هستن به این مسائل. ولی همیشه چی کار کردیم؟ همیشه در زمانی که درد وجود داشته مسکن خوردیم. هیچ تردید نکنید، هیچ وقت به دنبال علاج نرفتیم، فکر کردیم که این مسکن همه چی رو حل میکنه. هیجان و احساس بالاترین فرایند و دستاورد تمام این 150 سال پیش ما تا حالا بوده. عرض میکنم هیجان و احساس چرا؟ خیلی روشنه. شما نگاه بکنید، من نمیخوام به تاریخ معاصر 150 سال گذشته برگردم، همین دوران مشروطیت رو نگاه بکنید. دوران رضا شاه رو من مخالف سلطنت هستم، ولی واقعیت رو که من نمیتونم کتمان بکنم. من کتاب سیاسی اجتماعی دارم، یعنی این بحث خیلی جدی است، بحثی است که ما باید ببینیم و ببینیم که اونجایی که خوبه کجاست، اونجایی که مشکل داره کجاست. به این معنا اگر که جلو بریم، اگر این رو هدف قرار بدیم، ببینیم که رضا شاه کاری رو کرد توی ایران که این مملکت رو از اون دوران قبیله‌ای بیرون آورد. ما چه کردیم با رضا شاه؟ شهریور 20 رو نگاه بکنید. ما با محمد رضا شاه چه کردیم؟ محمد رضا شاه به هر حال تا یه موقعی شهریار جوانبخت بود. در طول این مدت گذشته از اینی که من یکی از اون افرادی هستم که این تفکر رو دارم که ما مشکل سیاسی اجتماعی داشتیم، شکی درش نیست، ولی من نوعی بدون ویزا میتونستم به همه جای دنیا برم، این ارزش پولم بود. بدونیم که من این روی سخنم با شماست، با این جمعی که اینجا نشستن هست، با همه یک کسانی که میشنون هست. بدونیم که این کافی نیست ما بگیم من سیاسی نیستم. این رامین جهانبگلوی که اینجا نشسته بدون تردید بزرگترین فیلسوف ایرانه و در زمره معدود فلاسفه جهانی قرار داره. این آقای دکتر موسوی حقوقدان است که چون وقتم تموم شد خاموش کردم. حقوقدانیست که به هر حال در جواب بین‌المللی کار کرده و ایران رو میشناسه. ولی اگر اینها پا به میدون نگذارن به دلیل اینکه من سیاسی نیستم و همه شما به یک شکل دیگری، این راه ما ادامه دار خواهد بود. ما راهی رو نداریم که بتونیم غیر از اینی که از این تجربه، از این تخصص و از یک مجموعه ای که دلنگرانن، دلشون شور میزنه، مهم نیست چه عقیده ای دارن، چه تفکری رو دنبال میکنن، اونایی که دلشون شور میزنه، این مجموعه باید بشینن. این مجموعه باید بشینن. غیر ممکن نیست، 100% ممکنه. به دنبال رهبران سیاسی نباشیم، به دنبال این باشیم که کسانی رو ازشون دعوت بکنیم، حضور پیدا بکنن، داوطلبی خودشون رو اعلام بکنن، که حرفی داشته باشن، کاری از دستشون ساخته باشه. ما راهی نداریم جز اینی که اعتماد مردم ایران و حمایت بین‌المللی رو جلب بکنیم. اعتماد مردم ایران تنها به این راه جلب نمیشه که ما شعار دموکراسی بدیم. اعتماد مردم ایران رو ما باید بتونیم به وجود بیاریم با یک برنامه منسجم. یادمون باشه که ایران امروز بچه هاشو صدا کرده. ما بچه های ایرانی. سپاسگزارم. خب خوش آمد میگم به شما دوباره. ممنونم که در این قسمت دوم که پرسش و پاسخ هستش ما را همراهی میکنین. من رویا کاشفی هستم، مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران، مدافع حقوق بشر، و این افتخار من هست که امروز مسئولیت این قسمت به عهده من گذاشته شده. در عین حال من یکی از بنیانگذاران ایکاوی هم هستم با خانم روحی شفیعی. در مورد صحبت سخنران سوم، ایشون صحبت از رفراندوم کردن، برای من جای سوال، من فکر برداشت من اینه که اگر در جامعه ایران امروز صحبت از رفراندوم بشه که جمهوری اسلامی آری یا نه، برخلاف فرموده شما که همه مخالفن، من معتقدم جمهوری اسلامی رأی خواهد آورد و این خیلی خطرناکه که ما جمهوری اسلامی رو به رفراندوم بگذاریم. من فکر میکنم
اگر ما قانون رو، یعنی قانون اساسی رو به رفراندوم بگذاریم و اون تغییر پیدا بکنه و پشتبندمون بتونیم تغییر تحولات در جامعه وجود داره، بیشتر خواهد بود. من اشاره کردم که گروهی الان از اصلاح طلبا آمدن میگن که بیایم ولایت فقیه رو برداریم درست میشه. گروه دیگری آمدن میگن بیایم رفراندوم کنیم ببینیم که جمهوری اسلامی رو میخوایم یا نمیخوایم. گروه دیگری آمدن میگن نظرسنجی بکنیم، کردن میگن نظام همه میخوان. من فکر میکنم که هیچ کس با رفراندوم در دنیا مخالفت نداره، این یه واقعیته. ولی در جمهوری اسلامی اصل 59ش در مورد رفراندومه که میگه رفراندوم باید بشه چیه چیه چیه، ولی اصل 176مش یه تبصره داره. اون تبصره میگه که اگر که بخواید که رفراندوم بشه، در مورد نظام نمیتونه بشه، در مورد مذهب نمیتونه بشه، در مورد مسائل اساسی نمیتونه بشه. ولی نظر خود من چیه سر رفراندوم؟ من فکر میکنم که بحث رفراندوم همیشه بحثی است که نیاز به یک مقداری فکر داره. رفراندوم جمهوری اسلامی برای تغییر حکومت جلوی چشم ماست. بلافاصله آقای خمینی آمد گفتش که اینو میخواین یا نمیخواین. این حرف همون حرفی است که آقای رضا پهلوی طی سالها با بنده دارن و میگن که تا حکومت عوض شد رفراندوم میکنیم. من میگم نه خیر آقا، اینطوری نیست. رفراندوم 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد با مجلس مؤسسان خواهد بود که یک دوره‌ای مردم بتونن تفکرات سیاسی، احزاب سیاسی بتونن دیدگاه خودشون رو مطرح بکنن. جز این ما نمیتونیم داشته باشیم. چطور میتونیم همون حمایت بین المللی که میگیم، ما نمیخوایم جنگ بشه بر علیه ایران، ما نمیخوایم نیروی نظامی فرستاده بشه، ولی اگر بخوایم این مسئله حقوق بشر رو، جناب دکتر موسوی مخصوصا، من خطابم به شماست که وکیل و حقوقدان بین الملل هستید، چطور میتونیم این مسئله رو مطرح بکنیم؟ همین اشخاصی مثل شاهرودی، مثل اینها، ابراهیم یزدی که چند سال پیش اومد لندن، ما تونستیم اینجا حکم بازداشتش رو بدیم و نتونست بیاد، ویزا بهش ندادن که بیاد لندن، وگرنه گرفته بودنش همینجا. اینها رو چطور میتونیم ما حل بکنیم واقعا؟ این دبل استانداردی که با سیاستمداران خارجی داریم در قبال حقوق بشر و مسئله حقوق بشر. چون شما سوال رو از پنل کردین، من اجازه میخوام که با کلاه حقوق بشری خودم دو نکته رو اشاره کنم. آقای بقای یزدی، ما چند تا مسئله داریم. توی انگلیس به روایتی 80,000 ایرانی، 150,000 ایرانی تا 225,000 ایرانی گفته میشه که هستش. اگر ما بتونیم تجمعی بیشتر از 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر داشته باشیم، شاید که گوش اینها به سمت ما هم باز باشه. بنابراین پس یه جاییش به خود ما ایرانی ها برمیگرده که به دلیل 1001 دلیل گروه هامون با هم کار نمی کنن، نمی تونیم با هم سر یک ساعت یک جایی تجمع داشته باشیم. بنابراین این یک انتقاد به خوده که ما نمی تونیم این هماهنگی رو بین خودمون داشته باشیم. اما یک نکته نگران کننده اینجا هستش برای من به عنوان مدافع حقوق بشر و به عنوان کسی که امیدواره یک روزی به ایران برگرده. اون این هستش که الان در حال حاضر ما میبینیم که مسئله داخلی ایران داره به یک مسئله بین المللی تبدیل میشه. آقای ترامپ این رو مطرح میکنه، حتی شورای امنیت تشکیل جلسه میده. چیزی که نگران کننده برای من هست از اون جلسه‌ای که در شورای امنیت تشکیل شد، بحث اصلی این بود که آیا اصلا شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به همچین چیزی رو داره یا نداره. خطرناک‌ترین حرفی که اونجا زده شد اتفاقا سفیر انگلیس اونجا زد که همه میگفتن که این مسئله داخلی ربطی به شورای امنیت نداره. نماینده انگلیس با اتکا به ماده 34 تشکیل شورای امنیت گفت اتفاقاً اگر کشوری مسائل داخلیش، امنیت منطقه و جامعه بین المللی رو به خطر بندازه، نه تنها وظیفه شورای امنیته. بنابراین ما در خواستمون وقتی میگیم که مسئله حقوق بشر رو باید به این ترتیب مطرح بکنیم، باید حساس و آگاه باشیم که اگر ما درخواست حمایت، مداخله یا هر چیزی رو داریم میکنیم، تا کجاش حاضریم بریم. یعنی آیا حاضر هستیم که اینها مثل عراق، مثل افغانستان، مثل سوریه به ایران حمله بکنند یا نه. این به نوعی برمیگرده
به صحبتی که شما کرد. اولویت الزاماً در این برهه تاریخی یا این برهه از تاریخ ملت ایران دیگه فقط با انتخابات نیست، بلکه به نظر من اولویت ها ارزشی هست. ببینید، ملت ایران دیگه نمیتونه زنده بمونه اگه بخواد نیمه قربانی باشه و نیمه جلاد، نمیتونه زنده بمونه. و ایران به نظر من یک سرزمین بزرگواری است که نباید الزاماً تبدیل به یک مملکت جلادان بشه یا مملکت قربانیان باشه همیشه. یعنی خودشون رو دائما ایرانی یا به عنوان قربانی ببینن یا به عنوان جلاد ببینن. به نظر من اگر قبول بکنید بحثی که من میکنم که ما اولویتمون انقلاب سیاسی دیگه نیست، بلکه اولویتمون انقلاب ارزشی است، در جهت حرف آقای دکتر لاجوردی، برای اینکه مسئله ما امروز اخلاقی است به ویژه، نه سیاسی فقط. اینکه ما بیایم دو مرتبه انقلابی بخوایم بکنیم یا بخوایم تغییر بدیم با بدون داشتن یک اخلاق مدنی، ما رو دو مرتبه در چنگال یک ایدولوژی دیگه، یک گروه دیگه، یک عده دیگه میندازه. ولی ما باید که به اون بلوغ فکری برسیم، باید آگاه باشیم از این موضوع. خب این آگاهی رو ما چگونه میتونیم به دست بیاریم؟ ببینیم، به نظر من هیچ حرکت، و این در جواب تمام سوال هاست که در دور دوم از ما شد، هیچ حرکت به نظر من سیاسی یا اجتماعی در ایران نمیتونه به طرف انقلاب ارزشی بره اگر درش نقد خشونت نباشه. باید حتما اون جنبش، اون حرکت خشونت رو نقد کنه. در پاسخ شما خیلی در یک کلام، من دنبال یک کشور دموکراتیک، غیر مذهبی، غیر جنسگرا، غیر نژادگرا، و دنبال این هستم که حکومتی فدرال که همه این چیزا درش باشه باشن، حکومتی که تابع قانون بین الملل، اصل اول قانون اساسیش اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، اصل تمکین از قانون بین الملل درش نوشته شده باشه، اصل برتری قانون بین الملل بر قانون داخلی نوشته باشه. من دنبال یک همچین حکومتی هستم، در یک کلام. امیدوارم جواب شما را این داده باشه. به هر حال امیدوارم که ما بتونیم هم در ایکاوی، هم در انجمن پژوهشگران ایران، هم در دیگر نهادهای مدنی حقوق بشری که فعالیت میکنن، بتونیم به این راهکارها با هم برسیم تا بتونیم اون ایران آزاد و برابری که مد نظر هممون هست رو داشته باشیم. اول با فرهنگ سازی و با این انقلاب ارزش‌هایی که فکر می‌کنم همه باش موافق هستیم اینجا. سپاسگزارم که با ما بودین در این 3 ساعت و به امید دفعه بعد.